خب سلام به همگی. منتظرم دکتر آقاندم بیاد بالا. هنوز دکتر آقنده نیومده بالا، غیبت داره. رامین جان هستی؟ خیلی خوب. سلام رامین جان، چطوری؟ او من خراب شد. چطوری؟ خوبی؟ این تصویر من، تصویر من یه خورده خراب شد. بعد اینو درست کنم، بعد یه چیزی بذارم زیرش. صبر کن. ببخشید. آره این خوبه. صدای من خوبه؟ آره الان خوب شد. آره الان خوب شد. آره دیگه. آره الان خوبه فکر میکنم. فکر میکنم الان تصویر خوبه. خیلی خوب. آره خوبی رامین جان. سلام به همگی. بعد رامین فکر کنم چیزی که اینترنتت خوب نیست. قطع میشه؟ صدات قطع میشه یه خورده. آره اینترنتت خوب نیست. نه من یه مدت حرف نزدم، حواسم جای دیگه بود. آها خب پس خوبه. حرف بزن حرف بزن. خیلی خوب. آها خوبه. یه خورده تاری فقط نمیدونم چرا اینترنت ضعیفه. نمیدونم منم حالا تارم یا نه. من البته رو خودم تصویر رو نذاشتم. خب الان چیز کامنت ها رو میبنده. هنوز زوده. البته کامنت ها رو ببندیم فکر کنم بهتر بشه. ولی الان هنوز زوده. بذار تو چیز کنیم بعد شروع کنیم تا کامل بشه. الان جان میگم الان خوبه تصویر هم آرب شدیم. نه اور آل سرامیک نبا. من فقط راجب زیرکونیا صحبت میکنم. چرا آل سرامیک؟ حالا دیگه من فقط راجب زیرکونیا صحبت میکنم. داشتی از قبل؟ قبول نیست. آقا تو تقلب کردی. قبول نیست. قبول نیست. قبول نیست. آره خیلی خب. با اینترنت گوشی میگه وحسین. مال من با گوشی فرق نمیکنه چشم. ولی به هر حال من چیزم. من زیرکونیام. تو چیزی؟ تو پی اف ام؟ من شبیه پی اف ام قیافم هستم. آره منم زیرکونیام. خیلی خب یه دو دقیقه دیگه شروع میکنیم. بذار دو دقیقه دیگه چیز میکنیم. سلام به همه. بذار آره یه دو دقیقه دیگه. آره بیان یه دو دقیقه دیگه شروع میکنیم. آره سلام به همگی. دیگه بذار بیان بعد. دوستان مشکل صدا و تصویر نداریم؟ دوستان مشکل صدا و تصویر نداریم؟ خدا بخواد نداریم. خب همه دارن صدا رو. صدا تو قطع میشه. فکر کنم تو رامین جان با اینترنت گوشی وصلی فکر کنم بهتره. مال تو خیلی قطع میشه. قطعی داره. مال تو خیلی قطعی داره. قطعی دارم. آره آره همش هی داری همش چیز میشه قطع میشه میاد جلو.
آره فکر کنم با اینترنت گوشی وصل بشی بهتره. بهتر صدا من داری؟ آره الان خیلی بهتر شدی. آره آره الان خوب شد. الان تصویرت اصلا خوب شد. تصویر تار بسیار خیلی خوب بهتر شد. خیلی خوب. اون به خاطر خودم متاسفم. بریم. تصویر ندارین صدا دارین؟ آره میدونم الان تصویر منو ندارین. فلان آرم پرشین رو دارین. سهیلا خانم، سهیلا حدادی. خانم حدادی. میگه تصویر قطع میشه. تصویر من داری شما فرزاد؟ الان من تصویر تو دارم کامل. الان تصویر کامل. اشکال از اینترنت خودشونه. من تصویر تو رو الان خیلی خوب شد. خیلی بد بود. صدا خوبه. خب خدا رو شکر. ممنون. بریم میریم که داشته باشیم. بذار برش گردونم دیگه. خب. خیلی خوب. خوبه. عالی. بذار کامنت رو قطع کنم. سلام. بذار کامنت رو قطع کنم. بعد بریم. بیانم زیاد. آها. منم کامنت قطع شد. خیلی خوب. سلام به همگی. این میشه اول دو امپیشن فکر کنم سومی یا چهارمی، چهارمی برنامه، چهارمی پنجمی یا چهارمی میشه، چهارمی برنامه پرشینه، چند میشه چهار چند میاره، چند برنامه پرشین، چند برنامه پرشین. اول البته اولین باره که رامین عزیز داره لایو میده توی پرشین، تو این چند وقت البته اولین بار نیست، چندمین باره، ولی اولین باره که توی پرشین داره لایو میده. منم دومین باره که دارم توی پرشین لایو میام. سلام به همگی، امیدوارم همه خوب باشین و خوش با این اوضاع. اوضاع احوال خوبی نیست، امیدوارم بهتر بشه. حالا ببینیم چی میشه. پارسال که سال خوبی نبود، امسال هم شروعش اصلا خوب نبود، ببینیم حالا انشالله بهتر بشه. خب انشالله. بگذاریم صحبت ما راجع به PFM و زیرکونی هست. رامین اشتباه گذاشته، گذاشته آلترامیک. نه خیلی PFM و زیرکونی. من زیرکونی هم، رامین چیزه؟ رامین PFM هست. اصلا از اول معلوم بود PFM. من زیرکونی هم. حالا به هر حال صحبتی که میخواییم بکنیم راجع به این که حالا چیه. اول از همه حالا خود من صحبت میکنم یه مقدار راجع به این که حالا چی هست زیرکونی ها، چه چیزایی داره، و رامین هم خب راجع به یه مدار مواد صحبت میکنه. این امروز احتمال قوی صحبت همون تموم نخواهد شد، بیشتر ما راجع به مباحث بیسیک صحبت میکنیم و از جلسه انشالله یک جلسه، احتمالا یک جلسه دیگه خواهیم داشت. آزاد گذاشتیم، ممکنه یک جلسه دو جلسه، ولی ما احتمالا هم با یک جلسه دیگه تمومش میکنیم. احتمالا یه جلسه دیگه خواهیم داشت که اونجا دیگه بیشتر مسئله کلینیکی مطرح میشه. الان نه اینکه مرتبط با مسئله کلینیکی نباشه، چون ببین عادت ما کلن به این صورته که ما صحبتهایی که میکنیم صحبتهای بیسیکه. این نیست که همیشه گفتیم که به قول وحید ما اینجا کلاس آشپزی نیست، قرار نیست ما بگیم دو کیلو نمیدونم برنج میگیری یه خورده نمک میریزی توش، نمیدونم نیم کیلو گوشت میریزی فلان میشه، نمیدونم چی یه همچین چیزی قرار نیست. ما بیسیکو میگیم، بعد روش مانور میدیم، صحبت میکنیم، علتا رو میگیم، چرا این اینجوریه، چرا اون اونجوریه، چرا خیلی جا دارن اشتباه میکنن. اصلا راجع به زیرکونیا، والا راجع به پی اف ام دیگه، حالا دیگه ماشاءالله همه چیش در اومده. چیز پی اف ام خیلی مشکل، نه اینکه مشکل نداشته باشیم دیگه، اینقدر تحقیقات رو چرا نه اینقدر تحقیقات روش شده و اینقدر به قول این چیزی که چیشیش در اومده میگن دیگه چیشیش در اومده. ولی زیرکونی خب به نسبت جدیدتره، حالا از بگیریم حالا از اواخر دهه 90 که به طور معمول وارد شد، بعد از حالا اواسط دهه 90 که سرکان وارد شد از طرف دگوسا که بعدم دنسپلای خریدش، به صورتی که وارد به هر حال به صورت عمومی وارد بشه. حالا قبلش فورسرا میداد چیز، یا یه سری شرکت ها بودن که زیرکونیا کار میکردن، ولی به صورت عمومی نبود که شما هر کسی بتونه کار کنه یا لابراتوار بتونه این کارو بکنه. به خاطر همین یه مقدار جدیدتره و روش صحبت بی، یعنی اشکال بیشتر و هنوز به هر حال جا داره. به خاطر همین خیلی جاش، من چیزایی که یه سری مقالات رو نگاه میکنم و صحبتایی که دوستان میکنه، حتی بسیار از یه سری از مدرسه خیلی خوبی که داریم، میبینم یه اشتباهی معمولی توی صحبت ها هست که حالا ان شاء الله سعی میکنم اینا تا حدودی برطرفش، تا حالا تا ببینیم به چه صورت میشه. خب اما بحث اول ما بریم سراغ بگیم ببینم رامین چی میگه راجع به سیستوز. رامین بگه بعد من شروع میکنم. رامین جان بگو. من خیلی دوست دارم که اول از همه برم سراغ مرحوم مکلین، خدا که تقریبا میتونم بگم که هرچی دانش از سرامیک من دارم رو
دانسته هایی بوده که از طریق کتاب مکلین به دست آوردم و خیلی جالبه که اون موقعی که این بند خدا حالا این کتاب رو نوشته بود اصلا زیرکونی هایی وجود نداشت، ولی خیلی جالب اومد تمام روش هایی رو که ما میتونیم سرامیک های تقویت شده ای رو بسازیم رو پیشبینی کرد، گفت آقا از در الان و در آینده تمام روش های مثلا تقویت سرامیکمون، تقویت پورسلنمون از این چند تا حال خارج نیست، که آخرش هم میرسید به سرامیک های پلی کریستالی. و حالا ما الان رفتیم دو تا طیف در اصل مبحث رو آوردیم و این دو تا طیف رو داریم با هم دیگه میخوایم صحبت بکنیم. یکی یه طیف خیلی سنتی بهش میگیم PFM، مدت های مدید شاید 80-90 ساله که PFM وجود داره، داره کار میشه، داره روش تحقیق میشه، داره روش صحبت میشه. آره. و چیز رو چی میگن، زیرکونیا هم تقریبا میتونیم بگیم یکی از جدیدترین سرامیکاییه که وجود داره و خیلی چی میگن مهم هستش وجود زیرکونیا به خاطر خواص خیلی خاصی که وجود داره. ما حالا اومدیم، خب خیلی مباحث مطرح شده از نظر من، خب من به نظر من چیزی که امروز میخوام مطرح بکنم و در موردش صحبت کنم بومی سازی این قضیه است. زیرکونیا چیزی نیستش که مال ایران باشه یا پی اف ام مال ایران باشه، اما نوع طرز تفکری که از این قضیه میخواییم ارائه بدیم برای زیرکونیا یا پی اف ام رو میخوام با هم دیگه یه مروری بکنیم که اصلا ما چرا میگیم زیرکونیا، چرا میگیم پی اف ام. مثلا دلایل استفاده از پی اف ام رو اگر ما بخوایم اینجا بیاریمش، خب میتونیم بگیم که یه چیز سنتیه، تقریبا هممون بلدیم، تو دوره دانشجویی دورهشو دیدیم، خوندیم، ساختیم. اکونومیکاله، ببینید ما تو جامعه ایرانیمون مسئله اکونومی خیلی مهمه. شاید تو جامعه خارجی برای یه دونه کران بتونن 3-7 هزار دلار پول بدن بسازن، ولی ما توی چی میگن قضیه دندان پزشکی داخل کشورمون واقعا کسایی که بتونن هزینه زیادی بکنن خیلی کمه دیگه. بعد اونقدر این روش رو انجام دادیم و دیدیم و شنیدیم، این روش برامون ساده شده، گرچه روش ساده ای نیست ولی واسه همون ساده شده دیگه، ساده سازی برامون شده چون تکرار شده. ما نسبت به روش‌های سنتی زیرکونیا ما توی پی اف ام تراش کمتری رو داریم. خب فرضا جان شما فکر کنیم مثلا ما تراش چیزمون رو حالا بعداً صحبت می‌کنیم دیگه در موردش. آره تراش بذار جلوتر صحبت کنیم. آره آره تراش که حالا می‌خوام الان اختلافش رو بگم، ولی تراش ما توی زیرکونیا آره بذار جلوتر بریم بعد اونجا میگم. تراشش نه اگر اگر از زیرکونیای کامش یعنی زیرکونی معمول در واقع حالا بگیم نسل یک، از زیرکونی نسل یک بخوای استفاده کنی شما حداقل تراشت باید 1-2 دهم باشه حداقل تراش. بله حالا یعنی همون شبیه پی اف ام. آره دیگه شبیه پی اف ام یا حتی بیشتر چون تا 1.5 هم ذکر کردم دیگه. آره بعد یه چیز دیگه ای که وجود داره اینه که ما چون اینا بلدیم، روشش ساده شده، داریم هر روز انجام میدیم، این روش برای ما شده یه روش پردیکتیبل، یه روش چی میگن روشیه که برامون قابل پیش بینیه دیگه. یه حسن دیگه ای که برای ما پی اف ام عنوان میکردش، حالا در مقابل شاید بگیم کامپوزیت و امثال هم، نسبت به کروژن و تارنیش مقاوم بود پی اف ام. و خب این جای حرف و حدیث زیاد داره دیگه، کدوم پی اف ام، کدوم مثلا آلیاژ پی اف ام، حالا اینا رو یه خود بیشتر با هم صحبت میکنیم ببینیم چجوریه. و نکته دیگه ای که وجود داره در مورد این قضیه، پی اف ام دای بایو کامپتیبل بودن داره. نه خب من ادعاشو داره دیگه چیکار کنم باشه. ولی راستشو بخوای خب اینو تو باید بگی، این کجا اون کجا، پی اف ام کجا زیرکونیا کجا.
یه درمانیه که خب در طی سالها به ما در از کاراییشو ثابت کرده دیگه. یه چیزیه که خب ما خیلی خیالمون راحت چند سال میمونه، اگه همه اینا به شرط اینه که ساخته استاندارد باشه دیگه، نه هر ساختی. و یه درمانیه که میتونه زیبایی رو به ما بده. حالا آیا اینکه این زیبایی در مقابل زیرکونیا به چه شکل هست، یه خود بیشتر با هم بحثش کنیم فکر میکنم که این بیشتر میتونه زیبا باشه یا اون بیشتر میتونه زیبا باشه. نکته دیگه ای که واسه ما مهم هستش توی PFM این هستش که ما سمنتینگ رو داریم. وقتی ما میریم سراغ سمنتینگ، خب دیگه اونجا ما زیر لثه ایم، یه ذره نمیدونم ما یه لثه ای اومد، یه اتفاقی این شکلی افتاد، شاید خیلی تو کار ما تأثیر نذاره. ولی اگه بخوایم بریم سراغ باندینگ، کوچکترین رطوبتی جلوی باند ما رو ممکنه بگیره و مشکل واسه ما ایجاد بکنه. و بنابراین وقتی ما آیت زیرکونیا رو میشه سمنت هم کردن فرضا جان؟ ناره منم اصلا به توان صحبتم سر همینه، باید سمنت کرد. یعنی اصلا سراغ باندینگ، یعنی باندینگ به عنوان یک کار کمکیه. مقاله داریم که چیز اگه ببین اگه رزینمون با، حالا من مجبور میخورم جلوتر اینو گفتیم، من فقط سریع اینو بگم، رزینمون اگر باند بشه با زیرکونیا و یادم نیست فکر کنم 4 روز یا 5 روز بود در آب بمونه، این نه بیشتر 4 هفته یا 5 هفته بود ببخشید، در آب بمونه این جدا میشه، یعنی شیر استرنجش خیلی کم میشه. یعنی این نیست که شما فکر کنید که شما از زیرکونیا استفاده میکنی، از یه باند مثلا باندینگش میتونی اطمینان کنی، نه، باندینگ فقط به عنوان یه کار کمکیه، همون چیزی که توی پی اف ام هم میتونی داشته باشی. تو پی اف ام هم شما باندینگو میتونی استفاده کنی کمکی، مشکل نیست. تکلیف من رو روشن کن، من اینجا اختلافم با شما چی چیه؟ با هم میرسیم، بذار کارت دارم بذار. و یه چیز خیلی مهمی که از نظر من وجود داره اینه که این یه درمان فلکسیبله، ما خیلی میتونیم به قولی هر جوری دلمون میخواد اینو انجام بدیم تو تراش‌های مختلف. وقتی حالا به تراش ها میرسیم تو زیرکونیا، شما ما میگی آقا این کارو نکن، اینش نکن، تیز نباشه، کوچکترین تیپرینگش اینقدر باشه، اینش اینقدر باشه، ولی خداییش ما پی اف ام و هر بلای زرش میاریم کرانر روش میسازیم دیگه. درسته. خب اینم برای من مهمه که به چه شکلی انجام میشه. اما شاید بگیم چرا آلسرامیک میسازیم که زیرکونیا هم یکشه دیگه؟ چرا فرضا جان؟ چون ما جدیده، مثلا ما خیلی دلمون میخواد کار جدید انجام بدیم. آره دیگه، چون کلا نمیشه مال چیز جدیدی کلاس به خاطر اون. نه خب هر کد میاد سری خوبیه داره سری بدیه. حتی این ادعاهایی که مطرح میشه میخوایم اینا رو بیایم با هم دیگه با هم بررسی بکنیم، چه در مورد پی اف ام چه در مورد زیرکونیا، بیایم اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. یکی از ادعاها اینه که استتیک در زیرکونیا بالاتر از پی اف ام. خب که حالا اینو با هم بیشتر بررسی بکنیم جلوتر باشیم. ما فعلا علل حساب ادعاها رو مطرح کنیم. بایا کامپتیبل بودن این دوتا با هم چه تفاوتی داره که حالا اینو با هم دیگه بازم یه بررسیش میکنیم و استحکام این دوتا خب چقدر اینا موندگاری دارن، پی اف ام چقدر بیمونه، زیرکونیا چقدر بیمونه، به خیلی چیزا بستگی داره دیگه. درسته. خب زیرکونیا خیلی چیز بالایی نداره. آره. نه اینکه بگم موندگاری بالایی نداره ها، مطالعهش اونقدر بالا نیست. یعنی مثلا ما مطالعه 7 ساله داریم، آره 10 ساله، ولی خب زیر پی اف ام ما، آره آره، ولی پی اف ام ما مطالعه بابا ما از نزدیک 1960 دیگه، آخر دهه 60 بود که ویتا اولین پی اف ام رو داد بیرون. از اون موقع که هست تا همین الان داره کار میکنه، 50 سال 60 سال داره کار میکنه و به هر خواهناخا مطالعات طولانی تری داره، خواهناخا داره. بعد یکی از چیزهایی که وجود داره در مورد زیرکونیا اینه که خب برای اینکه ما میگیم تا یه حدی میتونه باند بشه، اونایی که خیلی علاقه دارن به باند میخوان برن یه چیزی انتخاب بکنن که خیلی بهتر باند بشه. خب بنابراین رو باندینگ میگن آقا یکم محاسنشونه که باند بشه این قضیه. حالا اینو یه ذره با هم بررسیش میکنیم دیگه.
البته الان تکنیکایی اومده که مثلا حتی دارم با زیرکونیا لامینیت هم میسازم برای بعضی از کیس خاص، بنابراین باندش هم یه ذره تقویت شده، ولی حقیقتش اینه که هر کجا ما اصلا تقریبا دندونی که روکش بشه زیر لثه نره خیلی کم پیش میاد داشته باشیم دیگه، مگه اینکه قبلش بیایم کرال نکنیم، ماهی استتیک نباشه، نمیدونم خیلی مشکلات دیگه نداشته باشیم تا ما بتونیم یه روکش بالای لثه بسازیم. خیلی این صورت زیر لثه ایم، همیشه ماهی لثه ای داریم، همیشه چیز داریم. من دیدم دیگه بعضی هستن هر پست فلزی میاد میگه چجوری باندش کنم، میخوان همه چی رو باندش کنن. خب اینم یه ایده جدیدیه که خب حالا مزایا و معایبش رو یه خورده بیشتر با هم بررسیش میکنیم. یکی از محاسن خیلی عمده ای که زیرکونیا داره پرستیژ. آقا آدمای با پرستیژ میشن مثل این عکس بالایی، آدمای بی پرستیژ میشن مثل این عکس پایینی. اذیت نکن. یکی بالا قرار گرفته، یکی نه نه، این به خاطر اینه که ما زودتر میخواستم چیز کنم، مسئله اون نیست. شما اختیار دارید. حالا اینکه شوخی قضیه است، ولی در حقیقت هم همچین چیزی. رفتم. آره آره رفتی. آه اومدی دوباره. آره. خلاص این وجود پرستیژ یه چیزیه که واقعا خب تو مطب‌های ما مهم هست و خیلی از بیمارا الان این قضیه رو از ما میخوان. من یادم نمیره یه خانمی اومده بود یه دندون عقل پایین داشت که به خاطر موقع رابطه فکیش در مقابل اوکلوژن قرار گرفته بود با هفت بالا. بعد ما قرار بود اینو روکشش بکنیم، میگفت من زیرکونیا میخوام تمام سرامیک باشه. گفتم آخه بابا اون ته بشه دردت میخوره تمام سرامیک. مگه کی میبینه این تر رو؟ خودم میبینم. آره خودش میبینه. آره خودش میبینه. خیلی خوبه. باشه. بعد یکی از محاسن که براش ذکر میشه کروژن و تارنیش رزیستنسیه که توی در سرامیکا من فکر میکنم خیلی شدیدتر از PFM وجود داره دیگه. درسته. مثلا تارنیش و کروژن تقریبا هیچه. آره. یکی دیگه از چیزایی که وجود داره اینه که میگن آقا این روش روش ساده است، تو PFM هم بگفتن ساده است، تو اینم میگن ساده است. اما واقعا کدوم ساده است فرزاد؟ حالا راجب این حالا بگو من میرم جلو، حالا میگم تموم شد چیزات من میگم نه حالا برو خولی. بعدا من یه خود بیشتر با هم چیز میکنم. ما حالا میخواییم در مقابل هم دیگه بذار ببینم میشه گذاشته. باشه باشه باشه. ببین بذار پس من بگم، پس حالا یکی یکی بگم و برم جلو. یه من یه صحبت کلی کنم. ببین من یکی دو قسمتشو فقط صحبت کنم. ببین مسئله‌ای که داریم اینه که من پی اف ام رو رد نمی‌کنم. خود منم حقیقتش تا یه 4 5 سال پیش پی اف ام کار می‌کردم. من 4 5 سال پیش تقریبا دیگه الان من پی اف ام کار نکردم. یعنی تقریبا از 5 سال پیش حدودا همش آلسرامیک دارم کار میکنم و اکثرش هم زیرکونیا است. حالا نه اینکه بگم که آی زیرکونیا خیلی بهتره اون بده. ببینید من خودم به شخص الان اگر بگن که یه دونه دندون شیش پایین رو روکش کن چه ماده یا انتخاب میکنی، بهترین ماده که انتخاب میکنی چیه، من میگم فول گولد بی برو برگرد. بهترین ماده که میتونم انتخاب کنم برای دندون مثلا دندونی مثل شیش پایین، هفت پایین یا هفته بالا، بی برو برگرد فول گولد. از اون بهتر نداریم. مال کیه؟ مال قبل از اون زمانی که رضا شاه گربان دو بود، مال اون موقع است. خب خیلی قدیمیه درسته، ولی مسئله اینه، مسئله گفتی پرستیژ، گفتم اینو ها. چون ببین از لحاظ اوکلوژنی طلا بسیار عالیه، یعنی تقریبا هیچ مشکلی باش نداری، همون سایشی که مینا داره خودش داره، قشنگ میشینه، یپی میتونه نداشته باشه، قشنگ شما میتونی چیزش کنی، چه اسمش، دورشو پالیش کنی و این یپی اصلا نداشته باشه، قشنگ بخوابه. خیلی بسیار ماده خوبی. من بی بر برگرد چیز کنم و توی کارم دیدم. من اونله های 50 ساله دیدم، 40 ساله دیدم. اونله اینله طلا 40 سال 50 سال. بسیار مشکل. بله. آره دقیقاً. بله. و مشکلی هم نداره تو دهن مریضه. بله من همیشه خاطر همین من همیشه شک میکنم جان میگم من همیشه اینا رو که میبینم شک میکنم، میگم اینا از این
این اونلی یعنی از این چیزا این طلاهای گولد فویل. آره بعضی حتی گولد فویل هم داره دیدم تو بلند مدت به این صورته. به هر حال این که گفتی پرستیژ رو این از این صحبت رو کردم، این نیست که چیز کنیم، ولی به طور کلی خب خود من الان اگر بخوام ترجیح کنم به دلایل مختلف خب زیرکونیا رو ترجیح، یعنی فول گولد آلسرامیک رو ترجیح میدم مخصوصا الان زیرکونیا به خاطر چیزایی که داره. بذار بریم سراغ مباحث بیسیک، من از بیسیک شروع کنم و بریم جلو، بعد با هم یه صحبت بکنیم اگر اجازه بدی. صحبت ها چیز شد؟ آره خوب بریم باش. ببینیم بذار من مجبورم اینو عوض کنم تاثیر دیگه منو نداشته باشین. ببینین حالا آلسرامیکامون اینجا البته خیلی ریزه متاسفانه. آلسرامیکامون حالا میتونه تقسیم بندی بشه به صورت‌های مختلف، میتونه که به صورت گلاسرامیک باشه، گلاس اینفیلتریت باشه، یا اینکه به صورت حالا در حقیقت پلیکریستالاین باشه. که حالا ما با دوتای اول کار داریم، با گلاسرامیکا داریم و کار داریم و با پلیکریستالاین. البته گلاسرامیکا یه تقسیم بندی داره، بعضی حالا این فورسانه فلدسپاتیک و جزئی از گلاسرامیکا نمیارم، ولی حالا ما میاریم جزو همین. اما بریم اول سراغ پورسلان های معمولی که داریم، پورسلان فلدسپاتیک. ببینیم پورسلان فلدسپاتیکی که استفاده میکنیم بیسش همینه، بیسش این چیزه. در حقیقت یه سری شن داریم با سنگای مختلف، اینا خورد میشن با هم دیگه و داخل کوره میرن و مقداری هم شیشه و مقداری هم رنگ. رنگ اینا معمولا اکسیدهای فلزیه، داخل کوره میرن و با هم دیگه ترکیب میشن. تا قبل از اینکه سنگی به اسم فلدسپار وارد این پروسه بشه، وارد این پروسه چینی سازی بشه، ما مشکل داشتیم به خاطر دو چیز. یک، حرارت خیلی بالایی میخواست، نزدیک 1500 درجه. به خاطر همین این که میگم مال قرن 17 قرن 18 تو اروپا، شبیه این کورا چیزه، کورایی میخواست، شبیه این کورای آجرپزی توی اونایی که تهران هستن دیدن دیگه، طرف جنوب شهر تهران که میبینین اون طرف های اونور بهیزه را، الان دیگه کورا رو خراب کردن ولی بود قبلا، از این کورای که خیلی بلند بود دودکشاش و از این کورا مجبور بودن استفاده کنن. فلدسپار که وارد این جریان شد باعث شد که حرارت در حقیقت پخت ما پایین بیاد، حرارت پخت پایین اومد و ترانسلوسنسی به ما داد. این دوتا مسئله رو داد به ما و بعد باعث شد که این پورسلانی که میسازیم ترانسلوسنس تر بشه، با حرارت پایین تری پخته بشه، تقریبا 1000 درجه، زیر 1000 درجه پخته بشه و به ما کمک کنه. ولی در نظر بگیرین چیزی نیست این غیر از یک سری سنگ SiO2، یک سری شن که اون شناس که پخته میشه، یعنی دقیقا مثل شیشه. اتفاقا خوبیش هم همینه که شیشه است. این شیشه خیلی به ما کمک میکنه از چه نظر؟ از نظر زیبایی. ببینین شکل پایین نمیدونم مشخصی یا نه، این شکل میکروسکوپیکه، پورسلن دندونیه. ببینین هیچ حفره ای نداره، اون کوچولو کوچولا که میبینیم وسطشه، این قسمت، این قسمت، اینایی که میبینین اینا کریستالای لوسایتن، ولی به طور کل شبیه چیه؟ شبیه آب میمونه، یعنی هیچ شکلی نداره، دقیقا هیچ گونه شکلی نداره، شبیه آب میمونه. ما آبو داریم، حالا این آبو ما هر فرمی بخوایم میتونیم، هر رنگی بخوایم میتونیم درش بیاریم. اگه بخوایم اپکش کنیم خب یه خورده شیر میریزیم توش، یه خورده گچ میریزیم توش، اگه بخوایم قرمزش کنیم یه خورده جوهر قرمز میریزیم توش، هر کاریش میتونیم بکنیم، دستمون خیلی بازه توی رنگ گرفتن. به خاطر همینه که این ماده به ما زیبایی خیلی خوبی میده، یعنی پورسلن فلدسپاتیک یکی از زیباترین موادیه که ما توی دندون پزشکی میتونیم ازش استفاده بکنیم، به خاطر همینه که خواستار داره. اما یه مشکل عمده داره، مشکل عمدهش استحکامشه، استحکامی نداره. اگر بخوایم استحکامش رو بالا ببریم مجبوریم یه سری مواد بهش اضافه کنیم یا کاری روش انجام بدیم. یکی از کارهایی که انجام میدن اینه که میان بهش کریستال اضافه میکنن،
کریستاله مثل لوسایت، مثل چیزه مثل آیل دو و سه آلومینا اینا اضافه میکنم بهش. ولی این کریستال ها مشکل ساز میشه، میتونه تو رنگش تأثیر بذاره، میتونه تو اکسپنشنش تأثیر بذاره و توی چیزای دیگهش میتونه تأثیر بذاره. مثل همون آبی که مثلا فرض کنیم آبو میخوایم مثلا سفیدش کنیم، رنگش رو عوض کنیم، گچ میریزیم توش. خب گچ که بریزیم توش مشکل داریم باش، گچ یه مقدار لرد داره، اون لرداشو چیکار بکنیم؟ این همین اتفاق برای پورسلن میفته، برای پورسلن معمول، برای پورسلن فلدسپاتیکی که استفاده میکنیم. علت این که به اینا میگیم فلدسپاتیک به خاطر اینکه میزان فلدسپارش خیلی بالاست. اینجا هست دیگه، حدود 80-90 درصد این بیس این پورسلن ما فلدسپاره، یعنی یک سنگ، نوعی سنگ به اسم فلدسپار که ازش استفاده میکنه. اما علت ضعیف بودن این پرسن فلدسپاتیک چه؟ ببینید عدد میگم بهتون، من اصلا اهل عدد حفظ کردن نیستم، ولی عددا رو میگم به خاطر اینه که این عددا حالت مقایسه‌ای باشه بین این ماده و مواد دیگه. پرسن فلدسپاتیک به طور معمول اونی که پخته میشه یه چیزی حدود فلکسیور استرنجش، یه چیزی حدود 60 50 60، دیگه حداکثر 80 مگاپاسکاله. اگر شما اینو به صورت حالا بلوکای کت کم استفاده بکنین یه چیز میشه حدود 120 مگاپاسکال. یعنی تو حالت دیگه آزمایشگاهی که خیلی کار کنین فلان کنین، شما یه پرسن فلدسپاتیکو بیشترین مقاومتی که میتونه داشته باشه چقدر؟ 120 مگاپاسکال، که بتونیم برای یه تکران، مثلا تکران قدامی ازش جاست. همونجا هست دقیقاً، به تکران قدامی بتونین ازش استفاده کنین. علت اصلی شکست اون یا ضعیف بودن اون میکرو کرک هایی که توش وجود داره، یه سری میکرو کرک توی ترک های خیلی کوچیکی تو این شیشه ما یا تو اون حالا پرسن ما وجود داره. این پرسن ما یه سری ترک داره، این ترک ها معمولا ادامه پیدا میکنن. شبیه چی؟ من مثالی که میزنم اینه، یه سنگ بخوره مثلا شیشه ماشینتون، میبینین میرین روش خط میکشین، میدین فلان کنن هزار دکان، دوباره این ادامه پیدا میکنه، همینجوری ادامه پیدا میکنه تا از این ور شیشه بره تا اون طرف شیشه ماشینتون، از این ور تا اون ور کشیده میشه، دقیقاً از این ور تا اون ور همینجوری ترکه ادامه پیدا میکنه و میره. این اتفاق برای یه ماده فلزی نمیفته. چرا؟ چون فلز مولکولاش رو همدیگه حرکت میکنن، اتماش در حال حرکتن. فلز چکشخاره، شما اگه چکش روش بزنیم اون فرم میگیره، فرمش عوض میشه. ولی برای پورسلن این حالت نیست، برای کلن برای سرامیکا این حالت نیست. سرامیکا ریجیدن، سفتن، مولکولاشون سخت جا به جا میشن. سوال دارم جونم. ببین ما گفتیم که پورسلن های معمولی مثل شیشه هم دیگه تقریبا، خب آره. یعنی خیلی آره. راحت با یه دونه تلنگر میشکنن، استفادهشون کمه. اما همین شیشه ها رو اگه پهنش کنیم روی زمین، بریم روش راه بریم، هیچیش نمیشه. دقیقاً. خب چجوری میشه که این شیشه اینقدر استحکام پیدا میکنه؟ ببین راه‌های مختلف خب وجود داره برای چیز. یکی از راه‌ها همینه. ما میام از فریم استفاده میکنیم. یکی از علتایی که ما PFM استفاده میکنیم علت همینه. دقیقاً. حالا اونو قسمت بعدی حالا جلوتر میایم صحبت میکنیم. مثلا میخواستم راجع به کریستال صحبت کنم و بعد بریم راجع به صحبت. میخوای تو اینو بگو؟ پس نه. این قسمت بگو، من بعد راجع به کریستال صحبت میکنم. چرا این قسمت دیگه هنوز به کریستال نرسیدی؟ بگو من بعد راجع به کریستال صحبت کنم. آره بگو بهتر. خب پس ببین، ما منهای این که ما میتونیم یه سری ذراتی رو وارد در اصل اون فاز شیشه ایمون بکنیم که لوسایت ما هستش و ببخشید مثل لوسایت آلومینیوم اکساید، نمیدونم حتی خود زیرکونیا یا نمیدونم لیتیوم دیسیلیکیت یا چیزهای مختلفی رو که وارد فاز شیشه بکنیم و این استحکام رو ببریم بالا. خب گفتی خیلی خوب که توی لوسنسی ما اثر میذاره، یه خود اوپکش میکنه اینا، یه خود کدرش میکنه. حالا راههایی هم برای این با بازی کردن با اندازه این کریستالا پیدا کردن که یه خود تاثیرش رو کاهش بدن، این کارا رو بکنن. ولی ته قضیه این که آقا این یه بچه‌ایه، این پورسلن معمولی ما، که به قولی دومش به باباش بنده. این استحکامش رو داره از زیرش میگیره. ما اگه یه فریم خوبی براش طراحی بکنیم، حالا این فریمه میتونه پورسلن باشه، میتونه زیرکونیا باشه، میتونه متال باشه،
این میتونه بیاد استحکام کافی رو تو کار معمول دندان پزشکی برای ما بده. خب پس از این چیز ما چی میگن نقطه ضعف پورسلن خیلی هم سوء استفاده نکنیم دیگه. خب بنابراین این میتونه با باباش بیا و قدرتش افزایش پیدا کنه. آره این فریمه بیاد اینجا و این فریمه که میادش به عنوان زیر اینو نگه میداره، به عبارت دیگه اون نیروهای فلکچرال ما رو، نیروهای تنسایل ما رو تبدیل کنه به نیروهای کامپرسی که استحکام کافی رو برای کار ما داره. پس همینجا بگیم که طراحی فریم وقتی که ما میایم از پورسلن‌های فلزپادیک استفاده میکنیم خیلی مهمه چه فریممون فلزی باشه چه فریممون زیرکونیا باشه. درسته؟ حالا برو درسته. ادامه قضیه بریم ببینیم چه خبره تو ادامه دنتال متریاله. نمیخواست این چیزا رو فلزا رو بگی؟ فلزا رو هم میگیم، عجله نکن. خیلی خب باشه، پس من میرم سراغ چیز، من میرم سراغ قسمت بعدی راجب بلورا صحبت کنم و کریستالا، که بعد ببینیم که چون مبحث من مربوط میشه به کریستالا چون پری کریستالا اینا، ببینیم مثلا کریستال چی حالا این کریستالا که باید بشه که نه اون اصلا دست درد نکنه، مرسی. بریم سراغ کریستال، اصلا کریستال چیه، چی هست، چه جوری درست میشه، چی هست حالا کریستال یا بلور. ببینید مسئله ساده شکل گرفتن کریستال به این صورت، یه سری مولکولن کنار هم دیگه، اینا شروع میکنن رشد کردن، رشد میکنه یه دونه رو به وجود میاره. یه دونه که به وجود اومد، بعد دونه از اون برم دونه های دیگه به وجود میان میچسبن بهش. با هم دیگه ببینیم، این مال سیانیده، بذاریم ببینیم با هم ببینیم چه شکلیه. ده اینجا ببینیم بلورای سیانید چه جوری به در تیز میشن شکل میگیرن. ببخشید من باید دوربین عوض کردم. آره ببخشید، اشکال فنی داشتیم. خب معلومه این؟ آره معلومه. خیلی خب ببینیم چه شکلی. ببینین اینا دو چیزایی که یه سری نقاط نوزاد وجود داره. ببینین این نقاط نوزاده، میبینین اینجا داره رشد، همینجوری رشد میکنه میاد جلو. این شکل به وجود اومدن یه دونه یه کریستال است که چجوری کنار هم کریستال ها به وجود میان. دونه ببینین نقاط نوزاده اینا کم کم رشد میکنن میان جلو، میبینین، و میان به هم دیگه میچسبن، میان به هم دیگه میچسبن. ببینید اینقدر رشد میکنن تا به هم بچسبن. این اتفاقی که بعد توی به وجود اومده کریستالا هست، دونه ها رو به وجود میارن، گرین ها رو به وجود میارن، دقیقاً گرین ها کنار هم میچسبن. ببینید دقیقاً همین شکله، کریستالا به همین صورت رشد میکنن. فکر کنم مشخص شد اتفاقی که ما توی چی داریم، توی نبات داریم. نبات ساده ترین کریستالی که میتونید ببینین دیگه، نبات چجوریه، یه نقطه، یه سری جای نوزاد داره، در واقع یه دونه تناب نوزاد داره. روی اون تناب نوزاد ما، حالا اینجا خوب خونه است معلومه اینا ها، این تناب نوزاد ما، روی این تناب چیه، کریستال ها میان تشکیل میشن، کریستال های مختلف تشکیل میشن. ببینین یه دونه کریستالش اینه، فکر کنم معلومه. آره بله. این میشه اینا کنار هم دیگه میچسبن، میبینی کنار هم دیگه میچسبن، نباته. دقیقاً این دونه‌هان که کنار، یا گرین‌هان که کنار هم میچسبن. چیزی که برای ما اینجا مهمه، جونم بگو، این دونه‌ها تو نبات خیلی راحت از هم جدا میشن. آه همینه میخواستم بگم، تو زیرکونیا قضیه چیه، حالا میگم بهت. چیزی که اینجا برای ما مهمه، دور، یکی از قسمت‌های خیلی مهم برای ما دور این دونه‌هاست، گرین باوندریز، دور این دونا، که این دونا چجوری به هم دیگه میچسبن. و یکی از عوامل مشکلی که مشکلات نوری که داریم همین قسمت گرین باندریزه. در حقیقت نور معمولا وارد این قسمت میشه و این قسمت به خاطر این حالت جدا بودنش باعث شکست نور میشه و این شکست نور باعث اون حالت اپک بودن میشه. توی IL-23 دقیقا اینو میبینیم، تو خود دونای نبات هم اینو میبینیم. البته شما میگین خب یه دونه نبات هم اینجا که ما الان داریم، یه دونه نبات هم خیلی شفاف نیست. آره بعضی از کریستال ها خودشون هم خیلی شفاف نیستن، ولی میتونه یه خورده مثلا شفاف تر باشه. مثل این معمولا توی چیزی مثل نبات به خاطر وجود حبابا داخلش، حباب داخلش داره، این حباب، این قسمت اینورش رو فکر کنم معلومه، اینورش خورده
ترانسلوسنتر و اون وسط حالت حباب مانند داره. ببینم الان خوب شد. آره 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 حباب مانند داره. اون حبابا دقیقاً اون در واقع ناخالصی‌ها باعث میشه که نور ازش عبور نکنه، نور شکسته بشه و اون حالت اوپکو به وجود بیاره. این مسئله خیلی مهمه توی گرین باندریز ما، تو قسمتی که دونه ها به هم دیگه میچسبن و نقطه ضعف ما معمولا همون قسمت گرین باندریز، مخصوصا برای نور که این اتفاق میفته. خب اما ما وقتی کریستالمون تشکیل بشه شکلای مختلفی میتونه داشته باشه. میتونه حساب بیان دقیقاً اینجاست. ببینید میتونه به صورت کیوبیک باشه، میتونه تتراگونال باشه، میتونه هگزاگونال باشه، ارتو نمیدونم چی باشه، شکلای مختلف میتونه باشه. میتونه به صورت شکلای مختلف باشه. این دونه ها، این کریستال ها هستن که به هم دیگه میچسبن و تبدیل میشن به اون دونه ها. اما فرم اینا برای ما مهمه توی کارمون. بهتون میگن مخصوصا توی زیرکونیا چجوری مهمه. بریم جلوتر. توی زیرکونیا ما اینو داریم. نمیدونم بذاریم ببرم جلوتر. خب توی دماغ و دمای اتاق ما فرم این کریستالمون به صورت مونوکلینیکه. بالای 1100 درجه که بره، 1170 که بره میشه تتراگونال، و بالای حدود 2000 و خورده‌ای که بره، 2300 این حدودا که بره میشه کیوبیک، بعد از اون میشه به صورت مایع. یعنی فرم کریستال ما تو حالت جامد وجود داره. وقتی رسیدیم به مایع دیگه ما کریستالی نداریم. ولی این سه تا یه فرقی با هم دارن. تتراگونال از مونوکلینیک یه خورده بزرگتره. خود کریستالی که داریم یه خورده بزرگتره، به کیوبیک از اون دو تای دیگه یه خورده کوچیک‌تر. ولی تتراگونال یه خورده بزرگتره. خود فرمش، فرم کریستالیش یه خورده بزرگتره. این اتفاق توی در حقیقت زیرکونیای ما میفته. یعنی ببینین اینجا کاملا مشخصه، تتراگونال و مونوکلینیک. میان کاری که میکنن اینه که به زیرکونیوم اکساید میان یه سری مواد اضافه میکنن. الان یتریوم اضافه میکنن، مواد مختلف از استریوم اضافه کردن، کلسیوم اضافه کردن یا مخلوطی از اینا. ولی چیزی که توی دندون پزشکی استفاده میشه الان یتریومه. 3 مول یتریوم بهش اضافه میکنن. نوع کانونشنال دارم میگم، نوع کلاسیک زیرکونیا رو دارم میگم. 3 مول یتریوم بهش اضافه میکنن و یه مقداری آلومینیوم اکساید. این باعث میشه که توی دمای اتاق به جای اینکه ما این بلورامون به صورت مونوکلینیک باشه، به صورت چی میشه؟ تتراگونال. همه کریستالامون تتراگوناله. همه کریستالامون تتراگوناله. یا حتی اکثر بالای 90-95%. این نیست که، یعنی اگر درست این انجام بشه همشون تتراگوناله. این نیست که فکر کنین یه درصدی تتراگونال میشه یه درصدی تتراگونال نمیشه، نه، همشون تو این حالت تتراگونال. و بعد اتفاقی که میفته اینه، ما گفتیم مشکل ما کجاست؟ مشکل ما توی پورسلن، توی کلن سرامیک، سخت بودن این ماده است و میکروکرک هایی که داریم و گسترش این میکروکرک ها. خیلی خب اینو همه میدونن دیگه، اینقدر گفته شده دیگه، تش در اومده دیگه آقا جان. وقتی نیرو وارد این بشه، وقتی تنش وارد این زیرکونیا بشه، این تغییر فرم میده، ترانسفورمیشن تافنینگ میده و تتراگونال تبدیل میشن به چی؟ به مونوکلینیک. وقتی ما به تبدیل میشن به اون، افزایش حجم میدن، 3% 4% افزایش حجم میدن. یعنی در واقع حالت هوشمند پیدا میکنه و اون ترکا رو شروع میکنن بستن. این اتفاقیه که توی زیرکونیا میفته. تو زیرکونیا این اتفاق میفته. یعنی با افزایش یتریوم، اضافه کردن یتریوم، در حقیقت ما باعث میشیم که این استحکام بالایی پیدا کنه. استحکامش چقدر میشه؟ ما نوع کانونشنالمون یا نوع کلاسیک یا نوع بگیم نسل اول زیرکونیا دندون پزشکی که استفاده شده یتریوم، نوع اولش بالای 1000 مگاپاسکال مقاومت خمشیشه، فلکسور استرنجشه. بالای 1000 تا 1500 مگاپاسکال مقاومت خمشیشه. مال چیز چند بود؟ مال پورسلن معمولی که استفاده می‌کردیم گفتم حداکثر 100 120
بله تمام هستم. حالا دیگه من دیگه نوع کمشو گفتم اینجا، ولی میگم اینجا ولی ما چقدر داریم؟ حداقل 10 برابر اونو ما داریم مقاومت. ولی اشکالی خب. که داریم اینجا، اینجا به صورت پلی کریستالاینه، یعنی همش کریستاله، و ما مشکلی که داریم چیه؟ اوپک بودن اینه. این دیگه اوپکه، سفید هست خیلی خوبه ولی اوپکه، یعنی حالت اون سفید، چون نور وارد اون دونه ها میشه، وارد اون دونه ها که شد بعد از اون شروع میکنه که به شکستن. ببینین ببخشید من این قسمت رو بگم، ببینین این دونه ها و این قسمت ها هم گرین باندریز، میبینین نور وارد این قسمت ها میشه، شکسته میشه و اون حالت سفیدی رو به وجود میاره. اینو مقایسه کنین با این یکی، ببینین اینجا ما آب داریم، ما اینجا آب داریم، ولی اینجا چی داریم؟ اینجا کریستال داریم. آخه من بذار همینجا اعتراض کنم. بگو اعتراض کن. آخه تو داری بابا رو با بچه مقایسه میکنی. من بابا رو با بچه مقایسه میکنم. بابا رو با بچه مقایسه میکنم. میخوای مقایسه کنی با فریم فلزی باید مقایسه کنی. روی پورسلن میذاری. آخه هر دو سرامیکن. ببین هر دو جزء کاتگوری سرامیک میگن. بله اگه اینو با فلز میخواستم انتخاب کنم آره، هر دو جزء کاتگوری سرامیک میرم، به خاطر همین میگم که من مجبورم اینو اینجوری مقایسه کنم. بله قبول دارم حرف درسته. باباش آره آره آره. حالا تو فلز رو بگو تا بعد من بریم سراغ قسمت بعدی. من حالا در مورد فلز راستش بخوای خیلی نمیخوام الان حرف بزنم، اما چیزی که میخوام در موردش بعدن حالا بشتم صحبت کنم اینه که ما چجوری میتونیم با یه آلیاژایی که تو ایران داریم یه روکش خوب بسازیم. ما الان خیلی درسته. مشکل داریم که آقا هی به ما همکارا من ببخشید من یه چیز یادم رفت بگم، من اون اول باید میگفتم. ببخشید رام جان شو عذر میخوام حرف تو قطع کردم. اینو در نظر بگیریم برعکس اون چیزی که به نظر میاد. من ببینید من طرفدار نمیدونم زیرکونیا اینا نیستم مثلا اون نیست، ولی به طور کل PFM بسیار بسیار تکنیک سنسیتیو تر از زیرکونیا، حالا بگین فیوز زیرکونیا فیوز تو نمیدونم پورسلنه، PFM بسیار بسیار تکنیک سنسیتیو تره. فقط مسئله اینه اینقدر این کار شده دیگه تش در اومده، واسه همین برای تکنسیان خیلی راحت باش کار کردن. ویلا خیلی تکنیک سنسیتیو تره. ببخشید مجبور بودم اینو بگم. بگو رامین جان. من خواهش می‌کنم اینو گفتم، من یاد یه چیزی افتادم. ما رزیدنت بودیم. می‌خواستیم برای یه بنده خدای آلیاژ می‌خواستیم فول گولد درست کنیم. طلای زرد. روکش فول گولد برای بنده خدای درست کنیم. خلاصه گفتم خب خیلی ساده است، یه ورکشاپ میکنه میریزه پالیش میکنه میده دستم. بعد خلاصه یه هفته شد دو هفته شد، آقا این کارو چرا لابراتوار نمیدی به ما؟ گفت آقا من هر کاری میکنم رو میریزم این سوراخ میشه. گفتم چرا اینا؟ بعد خلاصه این ور اون ور رفتیم سراغ، دیدیم که بله این بنده خدا یه خورده این طلا رو با آلیاژ پی اف ام اشتباه گرفته، اینو میاد خب دمای ذوب طلای زرد میسوزونتش آره. همینجوری میریزه میبینه سوراخ در اومد، هر کاریش بکنه میبینه همین درسته که طلا ریختنش خیلی ساده. آره. قضیه اینه که واقعا باید هر کسی رو کار رو انجام بده که میدونه دیگه. الان تکنسیان های ما اونقدر مثلا نام پرشس ریختن که دیگه مثلا طلا ریختن و فلان تو بلد نیستن، مشکل دارن. من یه چیزی که شاید این لایو رو به عبارتی با هم دیگه داریم اجرا میکنیم میخوام در موردش حتما حرف بزنیم، اینه که ببین زیرکونیا و پی اف ام دو تا نگاه متفاوته، دو تا روش درسته. ساخت متفاوته، ما اینا رو با یه دید نمیتونیم بریم سراغشون. قبوله. نمیتونیم با یه دید بریم بگیم چی. آقا ما توی زیرکونیا ما تکنولوژی دیجیتالیم دیگه. آقا اصلا شما تکنیکی رو سراغ داری که بشه زیرکونیا رو با دست ساخت؟ نمیشه دیگه. اصلا باید بریم سراغ کت، باید بریم سراغ کت کم 100%، هیچ راهی نداره. و بنابراین این اینجوری نیستش که ما بگیم که زیرکونیا رو ما با پی اف ام به راحتی میتونیم مقایسه کنیم. ما دو تا تکنولوژی کاملا متفاوت رو داریم با هم مقایسه میکنیم که میتونیم بگیم همه چیشون با هم دیگه
در اصل متفاوته. من خب یه ذره اعتراض کردم به این قضیه که آقا چرا اینو با باباش مقایسه میکنی؟ خب علتش اینه آقا موقعی که میخوایم مقایسه کنیم میگیم پورسلن فیوز تو زیرکونیا، دیگه پورسلن رو نمیتونیم بیاییم با زیرکونیا مقایسه کنیم. پورسلن پورسلنه، همون پورسلنیه که روی پی اف ام هم داره استفاده میشه، حالا با ضریبه طراحی متفاوتی که برای زیرکونیا میسازن، ولی ماهیت پورسلن همون پورسلنه. اینجا فریمه که عوض شده. حالا بگذاریم از اینکه ما حالا مونولیتیک زیرکونیا هم داریم و چیزای دیگه داریم که حالا بعداً با هم راجعمون صحبت می‌کنیم. آره. ولی حقیقتش اینه که وقتی این دوتا رو با هم مقایسه می‌کنیم، باید زیرکونیا رو بیاییم با فریم فلزی مقایسهش کنیم. نمی‌تونیم زیرکونیا رو با پورسلن مقایسهش کنیم و بگیم قوی شد. خب حالا اینجا به نظرت فرزاد جان با تمام اون محاسنی که گفتی استفانه. من محاسن نم، من فقط تنها چیزی که گفتم با یه ذری راجب کریستال صحبت کردم، چیزی نگفتم. خب حالا میگم اون بابای اون پورسلنی که روش بهش میگی شما زیرکونیا، با بابای این پورسلنی که من بهش میگم متال، از نظر استحکامی با هم میشه مقایسهشون کرد؟ آره دقیقا. خب. حالا بذار یه خود کاربردی به این قضیه نگاه کنیم، موافقی؟ باشه. آره آره، تفاوتایی که حالا اینجا وجود داره، من بیس کار متالمو میذارم روی با اجازت نان پرشس که بیشترین مصرف رو تو ایران داره دیگه. آها، میخوای راجبش صحبت کنی اول که حالا نان پرشس چه چیزی داره، پرشس چه چیزی که، بعد چون خیلی وقت نداریم بعد بقیه بحث رو بزنیم برای چیز، برای جلسه بعد، چون بچه‌ها باید سوال کنن. دوستان سوال چند داشته فکر من 10 دقیقه داریم، سریع یه چیزی چیز کن که بعد سوالا رو بگن جمع و جورش کنم. باش آلیاژ رو ما میایم تقسیم بندیش میکنیم به پرشس و نان پرشس، این خود غلطه دیگه. سمی پرشس قیمت که نیست. آره. بیس متال و نوبل و آره، ما باید بر مبنای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک اینها رو بتونیم تقسیم بندی کنیم. مهمترین قسمتش خصوصیات شیمیایی ایناست. درسته. میگی بیس متال، نابل متال. بیس درسته. متال چیه؟ بیس متال ها آلیاژایی هستن که تو دمای معمولی نسبت به اکسیداسیون مقاومن، اما تو دمای بالا نه اکسید میشن. درسته. مثل همین آلیاژایی که داریم استفاده میکنیم. دیدید دیگه. بیسش هم. آره دیدنی که خوب. که هستش تقریبا خوبه. اکسید نمیشه. ولی وقتی میره تو کوره میبینی اکسید شد. ولی طلاه اینجوری نیست. طلاه برای اینکه بتونه یه لایه اکسید به ما بده، میگن یه چیز کوچولویی هم بهش، یا ناخالصی، نمیدونم آهن، این چیزی بهش اضافه میکنن، ایریدیوم یه چیزی بهش اضافه میکنن که این بتونه یه لایه اکسید سطحش تشکیل بده، باند به ما بتونه بده. خب بنابراین ما آلیاژای نابل رو داریم، آلیاژای بیس متال رو داریم. پس بنابراین بیس متال ما این شد که در حرارت‌های معمولی که حرارت اتاق هستش نسبت به اکسیداسیون مقاومه، اما در دمای بالا مقاوم نیست. این خیلی مهمه این تعریفه. حالا اگه اجازه بدی اینو بریم جلسه بعد بریم امروز اگه ببینیم کامپیوتر باز کن فردا جان. باشه کامپیوتر باز کن ببینیم سوالی. فقط دوستان راجب این بحثی که امروز شده سوال بکنید، چون اگر بحثی جلوتر سوال کنید خب ممکنه جوابش جلوتر داده بشه دیگه. من راجب اون چیزا دیگه، یا رامین جان راجب این چیزا صحبت نمی‌کنیم، مجبوریم رد کنیم. من لینک ها رو باز کنم، هر سوالی هست ما در خدمتتون هستیم. خب خلاصه تا این سوالا بیادش من یکی دو تا جلوتر برم یه ذره. بگو خواهش من. بعد آلیاژای بیس متال آلیاژهای به شدت استحکامداری هستن دیگه، محکمن. خب اگه بخوایم بیایم اینا رو از نظر عملی این فریم رو با فریم زیرکونیا مقایسه بکنیم، مثلا فکر کن یه بریج 3 تا 7 بالا رو بخوایم بذاریم. درسته. خب زیرکونیا رو پیشنهاد میدی؟ برای چی؟ 3 تا 7؟ 3 تا 7 بالا بریج میخواییم بذاریم. با شک و تردید. آها خب همین دیگه. آره پس آره خب. اون بابای قوی محکم اینا، خب درسته که استحکام شاید عددی حتی از فلز ما بالاتر باشه. درسته. خب اما علت نسبت به ضربه ممکنه که استحکام کمتری رو داشته باشه. فرض یه چیزی من شنیدم چند وقت پیش، شنیدم که بگم خوندم،
که آقا این زیرکونیه ها درسته که این فاز نمیدونم تتراگونال هستن و بعدن بر اثر چیز میشه، ولی میگه که یواش یواش اینو در طی جویدن، در طی این فشارهایی که وارد میشه، تغییر فاز اتفاق میفته و استحکامشون کم میشه. نظرت چیه؟ ببین این میشه فتیگ. خب ما فتیگمون توی حالا مجبورم اینجوری بگم دیگه، توی حالا بگیم پرس توی زیرکونیه های حالا باید یه خورده چیز کنم، زیرکونیه های نوع حالا بگیم نسل سوم، مجبورم یا زیرکونیه مونولیتیکمون، مونولیتیک البته نسل سوم، مونولیتیکمون تقریبا فتیکش بسیار کمه. توی نسل اول یه خورده فتیک بیشتر، ولی اصلا اونجوری نیست که فکر میکنی، یعنی برعکس این چیزی که فکر کنیم. مثلا ما ببین، ما یه مقاله داریم سال 2002 اگه اشتباه نکنم یا یه خورده قبل‌تره، حالا اسم نویسنده رو فراموش کردم، که اکثرا سایت میکنن روی اون. این مقاله اومده کاری که کرده اینه که سندبلاست کرده و بعد از اینکه سندبلاست کرده، بعد اومده یه سری رم شوک حرارتی بهشون داده، بعدم برده زیر دستگاه و چیز گرفته، میانگین گرفته که تو چه فشاری میشکنن، تو چه استرسی میشکنن. عددهایی که داده عددهای خیلی ناجوریه، یعنی مثلا از نصف هم یه موقع کمتر شده. بعد از اون ما خیلی تحقیق خیلی زیادی داریم که اصلا همچین عددهایی نمیدن، حتی اکثر مثلا یه چیزی 10%، 5% همچین چیزی کم میشه میزان فلکسیر رسنجی که داریم. و ولی اون چیزی که روی اون 2002 اکثرا هم سایت میکنن رو همون مقاله، رو اون مقاله، حالا مقاله شورا اسم نویسنده فراموش کردم بگم، میگم مال سال 2002 و این سایت میشه روی این، رو این اصلی که این مسائل پیش میاد. نه فتیک خیلی بالایی نداره، خیلی هم خوبه، مشکل خاصی نداریم. یه سوال از شما کرده بودن مثلا که ببینم سلام، اگر زیرکونیه داره مقاومت خمیشه حضور 1200 مگاپاسکال، پس چرا در بیش های بالاتر استواید مثلا در تغییر حسابی اصلا کدوم به نه ضعفی نداره، چرا بروژه استواید به بالا ضعف نشون بده؟ همچی چیزی نداریم. نه بروژه استواید به بالا ضعف نشون نمیده، ما راحت میتونیم برای یه بروژه 4 واحدی هم ازش استفاده کنیم. این نیست که حتما بروژه 3 واحدی فقط شما از زیرکونیا استفاده کنید، نه اشتباه، همچی چیزی نداریم. فقط مسئله اینه که جوینت هامون باید جوینت های قوی باشه، چون به هر حال ماده ماده‌ایه که بریتل، شکننده است، سخته. به خاطر همون یه مقدار باید مخصوصا جوینت هامون جوینت های قوی باشه که اون مقدار حالا بستگی داره، عددی که میدن 7 میلیمتر یا چیزی که دارن میدن یه همچین چیزایی، حالا بستگی داره به اون. اینم جوینت ها رو واسه آوردم. آره بعد گفته چه شرایطی برای زیرکونیه بسته شدن ترکار رو به بهترین وجه ایجاد میکنه. شرایط خیلی زیادیه. ببینین اگر ما شوک حرارتی بهش وارد نکنیم، اگر ما خدمتون عرض کنم که شوک مکانیکی بهش وارد نکنیم، حتی گفته میشه که بیایم یه تریتمنت حرارتی ایجاد بکنیم، اینا میتونه کمک بکنه به افزایش استحکام، ولی به طور کل مشکل خاصی باش نداریم. قدرت باند بگو پرسیدن که علت چیف بیشتر پورسلن تو زیرکونیا نسبت به پی اف ام چیه؟ اینو جلوتر صحبت میکنه، جلوتر صحبت میکنه، اینو این میره برای جلوتر. بعد گفت آره. تطابق لبه‌ای زیر زیرکونیا بهتر از پی اف ام؟ نه یکسان نه نیست. حتی ببینید اگه جفتش بذار اینجوری جواب بدیم دیگه، بگیم اگر که جفتش خوب ساخته بشه جفتش قابل قبول. دقیقاً. حتی ببینید صحبت میشه که بعضی میان صحبت میکنن میگن آقا جان من کتکم تطابق خیلی بهتری داره تا سیستمای کانونشنال که کار میکنه. نه مقالات اینو تایید نمیکنن، مقالات همچین چیزی رو تایید نمی‌کنن، بگن حتما به صورت تئوری آدم در نظر میگیره بله که کتکم تطابق خیلی بهتری میتونه داشته باشه تا نوع کانونشنال، ولی به طور تحقیقاتی نه همچین چیزی نداره. خب یه سوالی کردن فکر کنم از من کردن، گفتن ترکیب نامپرشسا چیه؟ خب معمولا اون چیزی که ما داریم استفاده میکنیم ما بهشون میگیم نیکل کروم دیگه، ترکیبی هست یعنی قسمت اعظم شامل شده از نیکل و کروم. خب بذارید برش کردارم که چیز نشه. ولی یه بعضی از آلیاژ ها یه مقدار بهش برلیوم میزنن، این برلیوم از 0.5% تا 2% بهش میزنن، ولی باعث میشه که این آلیاژ ها رو کلن تقسیم بندیشون کنن به آلیاژ های برلیوم دار یا و بدون برلیوم.
27 ثانیه مونده. سریع باید چیز کنیم. جلسه بعد و بعدن اعلام میکنم. ببخشید مجبورم سر جلسه بعد ما سریع اعلام میکنیم. احتمالاً یک شنبه آینده همین ساعت خواهد بود. احتمال خیلی قوی. ولی اعلام خواهیم کرد. احتمالاً ولی همون موقع 11 ثانیه بیشتر نمونده. از دوستان خداحافظی میکنم. ببخشید شرمنده. خداحافظ همین تا جلسه بعد. موفق باشین. میتونید تو سایت توی